3600 4800 5000 6800 7000 تومان. این قیمت بورسی مرغ است، موقعی که قیمتش سرعت عقاب گرفته و هر روز رکورد میزند. در جلسه تنظیم بازار استانداری، مسئولین علاوه بر افزایش قیمت نهادهای دامی، برای اولین بار حرف از ورود دلالان برای علت افزایش قیمت مرغ به میون آورد. افرادی هستن نمیذارن استقامنامه در سطح استان منعقد بشه. بیرون اومده میگه آقای احمدی اگر شما به نصف تقدیر ندید اینا که هیچ اینجا فردا زنگ میزنم همه رو میکشونم در استانداری تجمع کنم. حرف از دلال شد، حرف از شکستن شیشه پشت درایش کشتارگاه شد. توضیح میدی که این قضیه چی بوده؟ بحثی نبوده اینجوری. نه دارا قطر هست نمیدارم با تلفون میگه تفاهم نکنید، یکی زن زده بود گفته بود شیشه بیاریم پایین، شیشه رو میگفتن میشکنیم و نمیدونم از اینجور صحبت ها. بس شیشه چیزیه بود. از شما میگید هست یا نه؟ نه نه خب اینا قد بایر نه خب فکرید خب برای مردم باید شفاف سازی بشه. آقای رستمی ما نماینده مردم هستیم. این در حالی که رئیس اتحادیه مرغداران حرف از ورود دلالان حتی در فروش نهادهای دامی هم سخن به میون آورده. شرکت پشتیبان مرغدار هم گفته که یه سری دلالان میمونن دم در کشتارگاه وای میسادن و قیمت رو به واسطه دلالی که داشتن میخرید. یعنی قیمت مرغ من در ایمان هیچ اطلاعی ندارم. دلال وای میساده جلو در کشتارگاه. بحثی که بنده در مورد دلال دارم در مورد تهیه و توزیع نهادهای مرغ بوده. این دلال بازی ها باعث شده که سررشته کار از دست مسئولین خارج بشه، تا جایی که در 9 ماه اخیر قیمت مرغ بر اساس آمار سایت IPT در استان کرمانشاه افزایش 100% داشته. از طرفی شرکت پشتیبانی دام و طیور و صنایع و معادن از همکاری نکردن اتحادیه مرغداران برای کاهش قیمت مرغ سخن به میون آوردند. تا با مرغداران وارد مذاکره شدیم و در حال عقد قرارداد است. اتحادیه مگه اینا امروز ان شاء الله آمد به قضیه که بابا نیست. شما باید اول با اتحادیه صحبت بکنید تا اینکه مستقیم با رایزنی بکنید با مرغداران. ما اول صحبت